وقتی که هدفمون شناخت بهتر جهانی باشه که داریم توش زندگی میکنیم، دو تا مسیر مختلف جلوی پامونه. یا شروع کنیم به رصد فضا و ستاره ها و سیارات و کهکشان ها، یا اینکه بریم سراغ اجزای سازنده جهان، یعنی اتم ها و ذراتی که اتم ها رو میسازن. کاری که ناسا انجام میده میشه گفت که بیشتر حالت اوله، یعنی با قسمت های بزرگ دنیا سر و کار داره، بیشتر دنبال کشف ناشناخته های فضاست. اما برای حالت دوم چی کار کردیم؟ یعنی یه سازمانی مثلا تو ابعاد ناسا داریم که تمرکزش روی اتم ها باشه و ریزترین چیزایی که اتم ها رو میسازن و بررسی کنه و دنبال کشف مسائل جدید تو این حوزه باشه؟ خبر خوب اینه که آره، یه همچین سازمانی وجود داره و اگه کارش مهمتر از کاری که ناسا انجام میده نباشه، کم اهمیت‌تر هم نیست. این سازمان اسمش هست سرن، یا سازمان اروپایی تحقیقات هسته‌ای. امروز میخوام درباره بزرگترین مرکز فیزیک هسته‌ای جهان صحبت کنم که خیلی از پیشرفت‌های امروز زندگی ما بدون اینکه اطلاعی داشته باشیم نتیجه کار آزمایشگاه‌های سرن بوده. بعدش هم با دوست خوبم علی همراه میشیم که خودش اونجا حضور داشته و از دانش و تجربیات خوبش برامون میگه و ویدیوهایی که از اونجا ضبط کرده بهمون نشون میده. علی دانشجوی دکترای فیزیک تو آلمانه که یه کانال یوتیوب عالی هم داره به نام کانال فکر بزرگ، که لینکش رو زیر همین ویدیو میذارم. پیشنهاد میکنم عضوشید و از مطالب خوبش استفاده کنید. سپتامبر 1954 12 تا از کشورهای اروپایی از جمله سوئیس و فرانسه و آلمان و ایتالیا و هلند و سوئد و چند تا کشور دیگه یه سازمانی تشکیل دادن برای تأسیس آزمایشگاه‌های تحقیقات هسته‌ای. اسمش سازمان اروپایی تحقیقات هسته‌ای بود که مخففش به فرانسوی میشد سرن. بعدن چند تا کشور اروپایی دیگه هم عضو شدن، به اضافه چند تا کشور غیر اروپایی مثل آمریکا و روسیه و هند و ژاپن و چند تا کشور دیگه که اینا به عنوان ناظر هستن. غیر از اینا کلی کشور دیگه هم مشارکت دارن که ایران هم جزو همین کشوراست. یعنی میشه گفت که با اختلاف زیاد بزرگترین همکاری علمی بین المللیه که اتفاقا خیلی هم تلاش میشه که مسائل و اختلافات سیاسی و مذهبی و این چیزا روش تأثیری نذاره. برای همین از کشورها و قومیت‌ها و مذاهب مختلف کل دنیا میتونن از نزدیک از تحقیقات جالب علمیش بازدید کنن یا مشارکت داشته باشن، یا از دانشگاه‌های مختلف دنیا اساتید و دانشجوها میتونن اونجا حضور داشته باشن و لبه‌های دانش بشر رو از نزدیک لمس کنن. اصلا بودجه این سازمان که الان بزرگترین مرکز تحقیقاتی جهانه از همین کشورهای عضوش تامین میشه، مخصوصا اون کشورهای اروپایی که اعضای اصلیشن. سرن شمال غربی شهر ژنو سوئیس ساخته شده، یعنی در واقع 100 متر زیر سطح زمین روی مرز فرانسه و سوئیس ساخته شده که بیشترش هم داخل خاک فرانسه است. بزرگترین قسمتش برخورد دهنده بزرگ هادرونی یا LHC هست که یه تونل خیلی بزرگ به طول 27 کیلومتر که به شکل دایره ساخته شده. بریم توضیحات جالب علی رو بشنویم در مورد اینکه اصلا این برخورد دهنده چی هست و چه کارهایی توش انجام میشه. سلام به همه بچه‌های کانال آرانتیک، من علیم از کانال فکر بزرگ. وقت اینه که ساکو ببندیم و بریم ما هم سوئیس. سرن همونجوری که میبینید یه مرکز تحقیقاتی خیلی بزرگه، از چندین حلقه شتاب دهنده تشکیل شده، همونجوری که احمد براتون توضیح داد یه سری چیزای اولیه‌ش رو. چند تا نقطه وجود داره روی این حلقه ها، چند تا مسیر وجود داره که هر تقاطع این مسیرها یه سری دستگاه‌های دتکتور وجود داره که آزمایش‌ها اونجا انجام میشه. معروفاش CMS و اطلس که توش هیگز بوزون هم کشف شده. دتکتورهای CMS تقریبا 100 متر زیر زمین قرار داره. کل این 27 کیلومتر تونل زمان آزمایش با هلیوم مایع پر میشه تا بتونن به دمای خیلی خیلی پایین برسن، تقریبا منفی 270 درجه سانتیگراد، که تمام فلزاتی که تو اطراف اون تونل هستن که
مغناطیسی رو ایجاد میکنن که به اون ذره شتاب میده و حالت سوپر کانداکتور در بیان. و سوپر کانداکتور اینجوریه که جریان خیلی خیلی زیادی از خودش عبور میده و مقاومتش تقریبا صفره و اون باعث میشه که یه مگنت خیلی قوی ایجاد بشه که خب شتاب بیشتری به اون ذره بده. اینجا براتون عکس گرفتم که یه نوار خیلی باریک سوپر کانداکتور که از نیوبیوم تیتانیوم هست 13000 آمپر جریان از خودش عبور میده و در کنارش یه سیم مسی رو میبینی که معادل چقدر مقدار سیم مسیه که بخواد اگر بخواد 13000 آمپر از خودش عبور بده. یه چیز جالب که میخوام براتون بگم اینه که تو هر آزمایشی که تو سرن انجام میشه، آزمایش خیلی بزرگی که مثلا دتکتورهای سی ام اس و اینا انجام میدن، 100 ترابایت تو هر ثانیه اطلاعات تولید میشه، 5000 تا سی پی یو پردازشش میکنن تقریبا و در انتها چیزی که خلاصش و فیلتر شدهش میمونه تقریبا 10000 ترابایت اطلاعات که نیاز به آنالیز داره و نتیجه آزمایشو میخوام بگم. یکی از معضلات دیگه مشکل مهندسی، یعنی چیزی که بهش توجه نمیشه. خب از دید ما به نگاه فیزیکی بخوام نگاه بکنیم یه سری چیز تئوریش وجود داره، انجام میشه میره، ولی اینی که اینو به واقعیت برسونن کار مهندس هست، یعنی واقعا کار سختیه که بخوان به همچین فاصله های این دقت خیلی بالا رو داشته باشن که درد میکرومت درد نانومت همه چی کار بکنه. مثلا مهندسین متالورژی که تونستن یه ماده ای رو پیدا بکنن یا سرهم بکنن جوری که بتونن ستون‌های این تونل رو درست بکنن، چون که داخل تونل منفی 270 درجه سانتیگراده و بیرون تونل دمای عادی محیطه و این اختلاف دمایی که مثلا تو فاصله شاید 20 سانتی متری ایجاد میشه میتونه ماده رو نابود بکنه، اصلا بپاشونتش. اینی که چجوری بتونی مهندسی بکنی این دما رو تفکیک بکنی از هم دیگه، خیلی چالش های این شکلی هست توی ساخت این پروژه و اصلا راه اندازیشو به واقعیت رسوندنش که مخفیه، یعنی تئوریش چیزی که خب آدم میتونه سریع توضیح بده ولی اینی که چجوری این به واقعیت رسیده خیلی عجیبیه. پس به طور خلاصه داخل این تونل ذرات زیراتمی مثل پروتون‌ها رو به یه سرعت خیلی بالایی نزدیک سرعت نور میرسونن و میکوبنشون به هم دیگه، که این کار باعث میشه که وقتی این ذرات با یه انرژی خیلی زیادی به هم برخورد میکنن ذرات جدیدی تشکیل بشن که طول عمر خیلی کوتاهی دارن. حالا این به چه درد ما میخوره؟ خب میدونیم که اتم‌ها خودشون از ذرات زیر اتمی ساخته شدن، یعنی الکترون و پروتون و نوترون. بعضی از این ذرات معروفن به ذرات بنیادی، یعنی خودشون از ذرات دیگه‌ای تشکیل نشدن. مثلا الکترون خودش یه ذره بنیادیه چون از یه ذره دیگه‌ای تشکیل نشده، اما پروتون و نوترون بنیادی نیستن چون خودشون از ذرات دیگه‌ای ساخته شدن به نام کوارک. هرچقدر که ما ریزتر میشیم توی این بلوکای سازنده جهان، اطلاعات بیشتری به دست میاریم از مبدأ پیدایش جهان، اینکه جهان چطوری به وجود اومده، چطور به این شکل فعلی رسیده. یعنی این برخورد دهنده بزرگ هادرونی داره سعی میکنه شرایط اولیه تشکیل جهان بعد از بیگ بنگ رو شبیه سازی کنه، یعنی اون زمانی که ذرات سازنده جهان با یه انرژی خیلی زیادی به هم برخورد میکردن. پس یکی از مهمترین اهداف سرن میشه گفت که جواب دادن به این سواله که جهان چطوری به وجود اومده، که این یکی از بزرگترین سوالات ما انسان هاست. اما هدف سرن فقط این نیست، تو دو تا حوزه بزرگ دیگه هم فعالیت میکنه، یعنی آموزش و خلق فناوری‌های جدید. یکی از مهمترین ابداعاتی که تو سرن انجام شده همین اینترنتیه که الان زندگی خیلی از ما بهش وابسته است. این شبکه جهانگستر یا World Wide Web که مخففش میشه WWW، این سال 1989 برای برقرار کردن یه ارتباط مناسب بین کامپیوترهای سرن ابدا شد، اما بعد از 4-5 سال عمومی شد و همینطور رشد کرد تا به این چیزی که الان هست رسید. در کل تحقیقات و کشفیاتی که تو سرن انجام شده روی همه چیز زندگی ما تأثیر داشته، از دستگاه‌های پزشکی و داروها و قطعات الکترونیکی و هزار تا چیز دیگه. طبق آمار سایت خودشون حدود 2500 نفر کارمند دارن، ولی خب تعداد آدمایی که توی پروژه‌های مختلف مشارکت علمی یا فنی دارن از کشورهای مختلف حدود 17000 نفره. ورودی سرن هم یه نمایشگاه وجود داره که بازدید ازش برای عموم آزاده و میتونه اطلاعات خیلی خوبی به ما بده از اینکه هر بخش سرن دقیقاً چی هست و چیکار می‌کنه. خب همونطور که احمد گفت، یکی از اهداف سرن کامل کردن
جدول ذرات زیر اتمی بود. بیا ما خیلی کوتاه به این بپردازیم که اصلا این جدول چی رو دقیقاً داره به ما نشون میده. قسمت بنفش کوارکان. 6 تا کوارکس داریم. آپ و داون کوارکس چیزی هستند که کل متریال رو تشکیل میدن. کل ماده از اونها تشکیل شده. دست تشکیل دهنده ذرات اتمی، تشکیل دهنده پروتون و نوترون که خودشون توی هسته اتمن و ما هم از اتم تشکیل شدیم. بقیه تاپ، باتم و چارم و استرنج اینا فقط کوارکایی هستند که احتیاج بوده بهشون تا اینکه ما بتونیم تئوریی که داریم رو اثبات بکنیم و توی آزمایشامون ببینیمش و با وجود اینا تمام آزمایش‌های ما درست پیش می‌رفته و همه چیش درست بوده. برای فقط تئوری هم. و شش تا رنگ سبز پایینی لپتون‌ها. لپتون‌ها ذرات سبک‌اند که الکترون معروف‌ترینشون. و انواع اقسام نویترینوها که اونم از خوش ویدیو مفصل لازم داره که اصلا توضیح بدیم نویترینو چیه. ولی خب فقط میتونم بهتون بگم که یه سری ذرات سبکی‌اند که از برهم‌کنش‌های اتمی به وجود میان. ستون بغل رنگ قرمز بوزون ها. بوزون ها در اصل حامل های انرژی هن. یعنی نمیشه بهشون ذره گفت که معروف ترینشون فوتونه که به اصطلاح روزمرگی بهش میگن نور. اینا هر کدوم مسئول سری از انرژی ها هن. یعنی مثلا فوتون مسئول انرژی الکترومغناطیسه، حاصل برهم‌کنش الکترومغناطیسه. گلون انرژیه که هسته اتم رو پایدار نگه میداره، چون در حقیقت اگه ما از دبیرستان میدونیم که دوتا بار مثبت همدیگر رو دفع میکنن، مثلا هلیوم توی هسته اتم دوتا پروتون داره، بیرون دوتا الکترون داره، ساده ترین اتم. و خب دوتا پروتون کنار همدیگه دوتا بار مثبت توی هسته اتم باید همدیگه رو دفع کنن و خب اتم متلاشی میشه. چیزی که اینا رو با هم نگه میداره چیزی به اسم گلوئون، اون انرژیه که این دوتا رو توی هسته نگه میداره. پایینش زد و دبلیو بوزون، اینا بوزونای خیلی سنگینی هن که همونجوری که بالاش عدد کوچیک نوشته، توی ذرات زیر اتمی دیگه جرم به چیز مثل گرم و کیلوگرم و اینجور چیزا نیستش، بر اساس انرژی که الکترون ولت واحدشه که جرم زد بوزون و دبلیو بوزون 90 و 80 گیگا الکترون ولته. ولی خب همه اینا اوکی بود، یعنی همه چی رو میدونستیم ما. یه سوال خیلی بزرگ مطرح شد که کلا اصلا این جرم ها از کجا اومدن، این انرژی ها از کجا اومدن که مثلا کوارک جرم داره یا مثلا زد بوزون یه جرمی داره اینقدر گیگا الکترون ولت یا اینقدر مگا الکترون ولت، اینا از کجا پیداشون شد؟ بخوام براتون اینجوری مثال بزنم، مثالی که پیتر هیگز خودش زده بود یا خیلی از دانشمندای دیگه قبل از اون زده بودن برای فهمیدن این موضوع، نظریه میدانه. یعنی حالا نمیخوام از کلمات قلمبوس اولمش استفاده بکنم، سعی می‌کنم خیلی ساده توضیح بدم. فرض کنید که شما یه استخر پر از آب دارید و یه آدم زیر آب راه میره، یه آدمم لبه استخر راه میره. دو تا آدمی که کامل زیر آب و لبه استخر راه میرن، کدوم زودتر میرسه به انتهای استخر؟ قاعدتا آدمی که بیرون استخره، چون اون مقاومت هوا رو داره و اون کسی که توی آب مقاومت آب داره. حالا اگر اون کسی که بیرون استخره دو تا آدم باشن، یکیشون خیلی چاق باشه یکیشون خیلی لاغر، زیاد تفاوتی نداره، دو تاشون شاید همزمان برسن. ولی اون کسی که توی آب خیلی تفاوت ایجاد میشه بین اون کسی که چاق و اون کسی که لاغره. دقیقاً این ایده است کل موضوع، که یه چیزی به اسم فیلد، یه چیزی به اسم میدان، یه چیزی به اسم یه محیطی تو کل هستی وجود داره که تمام این ذرات حاصل برهم کنششون با اون میدانه، با اون محیط هست که بهشون شخصیت میده، بهشون جرم میده. یعنی مثلا اگر شما یه بار داشته باشی، یه مگنت داشته باشی، بار مثبت یا منفی، دور اطرافش میدانی ایجاد میشه و وقتی یه مگنت دیگه وارد اون میدان میشه یا جذبش میشه یا دفع میکنه. یا مثلا گراویتیشن، یک سیاره یک میدان اطراف خودش داره، میدان گرانش، و هر چیزی که اطرافش باشه رو به خودش جذب میکنه. تمام میدان ها یه سورس دارن، یه منبع دارن، مثلا اون مگنت که گفتم یا گرانش، یعنی به سمت اون منبعش همیشه اون خطوط میدان هست. این ایده مطرح شد که کل میدان ها حذف شه، کل اجرام حذف شه، هر چیزی که وجود داره، نور، ذرات، هر چیزی، یه چیزی میمونه به اسم میدان کل هستی یا هیگز فیلد که دقیقاً اسم پیتر هیگز روش گذاشته شده بابت این تئوری. و خب ما چجوری میتونستیم بفهمیم که آیا این تئوری واقعیت داره؟ آیا وجود داره واقعاً میدانی که سر تا سر کل دنیا، کل هستی وجود داره و تمام این ذرات توی اون میدانن که معنا پیدا میکنن؟ تنها راه اثبات کردنش این بود که ذره‌ای وجود داشته باشه که با خود این میدان بتونه
برهم کنش نشون بده و ما واقعیت رو بفهمونه. مثل اینمونه که اون استخره فلت فلت باشه، هیچ بالا پایینی نداشته باشه، ما نمیتونیم زیاد تشخیصش بدیم آب آینه است چیه، ولی وقتی یه چیزی یهو یه قلپی اون وسط یه چیزی تکون میخوره، یه چیزی میفته توش، ما میتونیم بفهمیم که آب بود مثلا، یه چیزی اونجا تکون خورد، یه چیزی وجود داره اونجا. به اون میگن برهم کنش. بعد توسط آزمایشی که توی CMS انجام شده، اطلس انجام شد، یا تو کلا توی سرن به وجود اومد سال 2012 و به نتیجه رسید و کلی سر و صدا کرد و چیز عجیب بود، انقلاب عجیب غریب تو کل علم بود، این بود که اون هیگز بوزون، اون ذره بوزون که با اون فیلد تو کل دنیا با اون هیگز فیلد برهم کنش نشون میداد پیدا شد. دست ما داریم یه نوار برعکس میریم به کل ابتدای هستی، چون ابتدای هستی انرژی خیلی بالایی بوده، ذرات به وجود اومدن از بین رفتن، به وجود اومدن از بین رفتن، با هم تداخل پیدا کردن، برهم کنش پیدا کردن تا شده الان میلیارد ها میلیارد سال، و ما داریم دقیقا این نوار رو برعکس میکنیم، یعنی داریم همه اون انرژی رو به زور به وجود میاریم تا بتونیم ببینیم که چه اتفاقی افتاده تو اون لحظه. یعنی تمام این داستان ها و تمام اتفاقا و تمام هزینه ها بابت اینه که ما سر در بیاریم به اون انه به اون حد از انرژی بالا برسیم که بفهمیم چه اتفاقی تو اول هستی رخ داده. امیدوارم که گیجتون نکرده باشم با خیلی تئوریهای مختلف و امیدوارم که موضوع متوجه شده باشین و من سعی کردم خیلی ساده توضیح بدم. بریم دوباره برگردیم پیش احمد. به نظرم سازمانایی مثل سرن دقیقاً همون چیزیه که ما انسان‌ها نیاز داریم. این همکاری‌های بزرگ علمی فارغ از درگیری‌های سیاسی و نژادی و مذهبی و چیزای دیگه، اینه که میتونه زندگی ما رو بهتر کنه، اینه که نشون دهنده کامل‌تر شدن عقل انسانه. انگار بعد از اون دعوای دوره تینیجری، یعنی همون جنگ‌های جهانی اول و دوم، کم کم عقل انسان داره از دوره نوجوانی وارد دوره جوانی میشه. هرچند هنوز جای زیادی رو زمین هست که این اتفاق نیفتاده. اگه این ویدیو رو دوست داشتی لطفاً لایک یادت نره. در آخرم یادت باشه که مثل همیشه بدون هیچ ترسی سوال بپرس.